با وجود اینکه مطابق حکم وزارت مالیه طالبان جمع‌آوری مالیات از دکانداران و اصناف بازار مربوط اداره مستوفیت در ولایت است، اما اینجا در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی دکانداران اسناد را در اختیار شبکه رادیو نسیم قرار داده که نشان می‌دهند ریاست زراعت دایکندی خلاف مقررات دولتی از دکانداران عشر و زکات جمع‌آوری کرده است. جالب اینجاست در کاغذهای رسیدات دکانداران مالیات تریاک و گندم نوشته شده است، اما آنان پول آن را از لباس فروشها، خوراک فروشها و دیگر اصناف جمع‌آوری کردند. جواد که در بازار نیلی مصروف فروش پارچه و لباس است میگوید در نخست برایشان گفته شده بود که 200 تا 300 افغانی از هر دکان مالیات میگیرد، اما در زمان جمع‌آوری از دکانداران تا 4000 الی 5000 افغانی مالیات گرفتند. دیروز از خود من 4000 گرفته، از بعض دکانا 5000 گرفته، 2000 گرفته، 3000 گرفته. اول گپ شده که از 100 تا 300 جمع کنی، یعنی از دکان 5000 4000 از خود من 4000 گرفته. این مسئله زور و رضایت خونی است، مسئله زور هر چی بگم مجبور مردم مجبوره که بده نه، یا معلوم نیست که چند مدت است، یک سال، دو ماه، سه ماه، مردم ترس از این میخوره که سبا بیا شاروالیش بیا که قدر بده، سبا بیا اونو مستفیات چی بیا که قدر بده. این دکانداران از وضعیت بد اقتصادی شاکند. حاجی حنیف دیگر دکاندار گفت مردم همه روزه توان پرداخت مالیات گوناگون را ندارند و از امارت اسلامی توقع دارند تا با شهروندان رویه نیک را پیشه کنند. از منطقه از خانه ها از قریادیات بنامی اوشور جمع کرده که از منطقه خودون مام که چند شروع بوده خیلی پیسه گرفته بنامی اوشور. دمی دو سی روز اما در بنامی مالیات از این دکان ها دکانی 5000 4000 1000 اما هر رقمی که برابر شده گرفته. موزی میخواهی که باید که در این مردم در حال از مردم رحم کنه. اینا امارت اسلامی دولت در دولت آل مستقل در تمام افغانستان اینا مسلط شده، اینا باید به مردم خود رویه خوب کنه و مردم خود کمک یاری کنه، برده هر نگاهی میشه این مردم برایش کار پیدا کنه، برایش یک کسب غریبی پیدا کنه. خواستیم در این مورد جدگاه ریاست زراعت طالبان را بگیریم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. در همین مورد مکتوبی که بعد از رس شبکه رادیو نسیم قرار گرفته در اون وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری مالیات را به مستوفیت های ولایت سپرده است. در این مکتوب ذکر گردید است جمع‌آوری عواید تنها مکلفیت ریاست عواید است و در ولایت مستوفیت ها مسئولیت دارند. در غیر آن هیچ نهاد حق ندارد تا تحت عنوان عشر و زکات و یا مالیه از مردم پول جمع‌آوری کند. در این مکتوب همچنان از والیان و نهادهای امنیتی ولایت خواسته شده تا در همکاری از اداره مستوفیت با افراد فرصت طلب و زورگو که مالیات نمی پردازند برخورد جدی نمایند. از سوی هم محمد دین حق نواز مستوفی جدید ولایت دایکندی چند روز قبل در محفل معارفه‌اش از تمام ادارات دولتی خواست تا به کار آنان مداخله نکنند. پیشبرد کار در به طور امانتداری و همچنان اجتناب از فساد اداری و هکذا کوشش در اجراءات معاشاتی که تهانوز به تعویق غلطه او تهانوز اجرا نشده انشاءالله این هم زودتر خواهد اجرا شد و دیگر اینکه صداقت در کار خود انشاءالله یک خیلی ها یک برنامه جدی هسته و همچنان به جمع‌آوری عوایدی که در این ولایت هست مربوطی ولایت هست و رسوالی هایی که مربوطی ولایت هست انشاءالله در جمع‌آوری عواید خود کوشش میکنیم و که هر چی زودتر به کار خود آغاز کنیم و هکذا هر چی زودتر و شفافتر کار ما پیش بره و همچنان از تماما ارگان های زیرت میخوام که در کار اداره مستوفیت مداخله نکنه، چرا که هر کار برای زیرب سپرده شده و هر کار از خود صاحب پیدا کرده، بناهان حق برای من داده، برای من حق از طرف وزارت مالیه سپرده شده، امارت اسلامی افغانستان برای من حق داده که بعد از حق خود دفاع بکنید. با وجود بسته بودن بانک ها، بالا رفتن قیمت اجناس و مواد خوراکی و فقر شدید اقتصادی، مردم ولایت دایکندی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. قبل از این در سالهای گذشته محصولات زراعتی مردم دایکندی کم و بیش به اقتصاد خانواده ها افزونی داشت، اما امسال با دلیل خوشسالی شدید محصولات زراعتی کاهش غیر قابل باور داشتند. حالا مردم دایکندی میگویند با چنین شرایط و چالش های آنها قادر به پرداخت مالیات سنگین نیستند. احسان مهدوی، شبکه رادیو نسیم،
دایکندین.